4 تا لکچر کوتاه معرفی تاریخ هنر، این چهارمین و آخرین جلسه مونه. لطفا پذیرایی کنین از خودتون چون چیزا دیر شده بود. من فقط توی این مدتی که شما پذیرایی میکنین و حواستون نیست یه سری کورکشن میگم، چون معمولا آدما چند نوعن، یه سری تو خواب حرف میزنن، یه سری تو خواب راه میرن، یه سری هم مثل من ظاهرا تو خواب لکچر میدن. یه سری فکتامون خیلی قاطی بود از جلسه پیش، یه سری هم تو خواب گوش میکنن که اصلا اون اپریشیت میشه. اون نشانه یه کسیه که یه سخنرانی مهم و موفق، سخنرانی که اکثر شنونده ها به خواب برن در بعضی سخنرانی. حالا من فقط این کورکشن ها رو بگم قبل از اینکه شروع کنیم. به هر حال از اونجایی که تایملاینی که دارین و هر چیزی که اگر شما هم دیدین که ویدیوها رو نگاه کردین و دیدین اشتباه تاریخی به خصوص توش هست، لطفاً حتما بگین که درست کنیم. حتی میتونین کامنت بذارین پاش، چون به هر حال همونطور که گفتم با عرض شرمندگی در خواب من درس میدم. حالا بریم سراغ اون کورکشن ها. یکی از کورکشنامون راجبه اینا اسلایدهای دفعه پیش بود، لاست ساپر. من گفتم در روم هست، در میلان هستش، در روم نیست. این سالیا شاگرد و مدل داوینچی بوده که بسیار هم نزدیک بوده، فرزند خوندهشه بعضیا میگن. اصلا هیچ ربطی به سیلاس شخصیت مقدس یا میتیکال نداره. این کاملا چرندی بود که من در از این بیش نمیدونم از کجا در آوردم، ولی خب ظاهراً راحت بود از در اومد. ولی این سالیا هستش که در چند نقاشی های دیگه هم که اتریبیوت به داوینچی هنوز معلوم نیست در اونها هست، این سالیا هست که پوز کرده از جان ده بپتیست. جان ده بپتیست هم یکی از نشانه هاش اینه که اصولاً همیشه یک عصای بلندی داره که سرش صلیبه، یحیای تعمیددهنده هستش و در ضمن ردای شیر یا حیوان وحشی، یه ردایی دورشه که از پوست یک حیوان وحشی. آقا بود، ولی این که به این آقا، یه پسریه که پسر جوانی بوده که شاگرد داوینچی بوده و در ضمن داوینچی طب فرزند خونده یه قبولش کرده. ما نمیتونیم چون داوینچی شخصیتمون عیانیه، نمیتونیم وارد جزئیات شایعاتی که بوده نمیدونیم ما اشاره میکنه به اون که راه رسیدن به خدا، اشارش به آسمونه، راه رسیدن به او از مسیحیت میگذره، چون داره دستش از صلیب هم میگذره. تمام اینها رو اگر برین رو اسلاید های لکچر سوم، هنوز روی وب نیست، ولی اگه برین رو اسلاید ها، اسامی جایی که من حرف نمیزنم در حقیقت فکتش درسته، میتونین بهش اعتماد کنین. اون اسم رو اگه سرچ کنین توی گوگل یا توی دیتابیس هایی که بهتون یاد دادم اولش، اول لکچر دوم، دیتابیس هایی که روی کتاب خونه لایبراری یوتی هستش رو اگه سرچ کنین، اطلاعات دقیق راجع به این کارا براتون میاره. یعنی هیچ نگران نباشین، اگه جایی هم من نبودم این به قول من خودکفاست این اسلاید ها. یکی دیگه از چیزهایی که بود راجع به داوید. داوید رو کپیش رو در قرن 19 یعنی 1840 خوردهی ساخته شده و گذاشته شده تو اون پیاتزا، تو اون میدانی که بوده. خود داوید کپیش رو نساخته، 2 سالم 3 سالم طول کشیده تا اصلا همین ساخته بشه. این اولین کامیشنش بوده. میکلانج در اون موقع 24 سالش بوده و بعد از اینکه اصلا یک کمیته تشکیل میشه، تو اون کمیته داوینچی بوده، اون کمیته کامیشن رو میده به میکلانج به عنوان مجسمه سازی که این مجسمه رو بسازه. یه فکت دیگه فعلا دیگه یادم نمیاد.
ایران سانسور نمی کنه. آه مدوسا هم که دفعه پیش صحبتش شده بود، مدوسا اون پرسیوس هستش که سر مدوسا رو میبره. مدوسا یک دیویه، یک دیو کویا گورگون هستش که اگر به چشش خیره بشین سنگ میکنه، این مثلا خاصیتش. ما تا آخر نئوکلاسیسیسم دفعه پیش رفتیم. البته یک چیزی رو باید بگم در مقدمه نئوکلاسیسیسم، برای اینکه ما داریم با نئوکلاسیسیسم وارد قرن 19 هم میشیم. در قرن 19 هم، قرن 19 هم قرن ایسپ هستش، قرن مکاتب هستش. چه فرقی داره با قرن گذشته؟ قرن گذشته قرن دوره ها هستش، ارا هستش. رنسانس یک پریوده، یک اراه. باروک همینطور. اینا دوره های بلند مدت تری هستند، در حالی که اسم یا مکتب یا اسکول اینها کوتاه‌ترن، جنبش های چیز کوتاه‌ترن، دوره عمر کوتاه‌تری دارن، سریع‌تر تغییر میکنن. و یک چیز دیگه شون هم اینه که تغییراتی که میکنن فقط در اسم و اینکه اعضای گروه نیست، تغییرات به وضوح به بیشتری میبینیم. یعنی اگر یک نموداری بکشیم از دوره هنر، فرض کنیم هنر وست رو از یونان و باستان شروع کنیم، فعلا نادیده بگیریم هنر هیستوریک رو، اگر دایره‌هایی باشن که این دوره ها مثل دایره هایی که هستن که با هم تداخل دارن، یک لایه هایشون روی هم میفته، هنرهای دوره رنسانس مثل یه سری مثلث هایی هستن که نوکاشون به هم میخوره و هیچ اوورلپی ندارن، حتما هم در ریاکشن به دوره بعدی به وجود اومدن. یعنی با آگاهی آفریننده یا بنیانگذار اون دوره اون رو به وجود آورده، در حالی که در مورد رنسانس یا در مورد باروک اینها همه یه سری از اینها حتی اسمایی هستش که در قرن 19 به بعد به اینها داده شده. یعنی هنرمندی که در قرن 16 داشته کار میکرده خودش آگاه نبوده به این که من دارم الان هنر رنسانس میسازم. فوقش میدونسته که در مکتب فلورانتین، در مکتب فلورانس یا ونیز داره کار میکنه. خب اگه از نئوکلاسیسیسم چیزی یادتون میاد که چی بود و نکات اصلیش چی بود؟ اینها آثار نئوکلاسیک هستن. ما تا خب رنگ های ساده تری رو ببخشیم، رنگ هاشون به نسبت فرض کنید این کار که کار روکوکو هست یا کارهای قبلی که یه مقدار تئاتریکال تر و اگزاجره تر هست، رنگ ها ساده تر میشه. پس زمینه همیشه یک یادبودی از بناهای رومن داره. در فورگراند حتما فیگوری داریم که میتیکال هست، داره یک کار اساطیری انجام میده. زیبایی طبیعتی رو که یونانی ها داشتن، نئوکلاسیسیسم یعنی کلاسیک نوین، یعنی دنیا اومده یک بازبینی کرده به دنیای کلاسیک یونان و روم باستان. زیبایی طبیعت رو که اونها به یه طبیعتگرای آرمانگرا داشتن رو به اضافه زیبایی فکر و عقل میاره. حتما کمپوزیشن بسیار با ثبات و مستحکمی هستش و کلن قدرت اون بر قدرت عقل هست، یعنی رشنالیتی و ریزن حتما درش هست. که خب با دت مارا ما تموم کردیم کارمون رو. قبل از اینکه وارد مکتب بعدی که رمانتیسیسم هست بشیم، باید بدونیم که نئوکلاسیسیسم شروع کنه. ما آکادمی ها رو داریم الان در دانشگاه ها هنر درس داده میشه، آکادمی هنر، یا که انگ یا اینگر ما در فارسی فکر میکنمش میگیم، که خودش یک نئوکلاسیک بوده. میبینید که چطور رنگی تر شده کارها، بیشتر سابجکتش از سابجکت های اساطیری اومده بیرون، پورتره است، ولی با وجود این اون حالت مستحکم رو هنوز داره. تا مدت ها نماینده بیچون و چرای هنر آکادمی بوده. هنر بعدی که میاد